چین اعلام کرده در تلافی سفر این هفته نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان گفتگو با ایالات متحده در مورد طیفی از موضوعات از تغییرات آب و هوایی گرفته تا روابط نظامی و مبارزه با مواد مخدر رو لغو یا تعلیق میکنه. از سوی دیگه آمریکا امروز به مقامات چین گفته دست از اقدامات تشدیدکننده تنش بردارن، چون سیاست دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مثل دولت‌های پیشین آمریکا در قبال تایوان تغییر نکرده. برای جزئیات بیشتر همکارم فرهاد پولادی که این تحولات رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. فرهاد، با گذشت 3 روز از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، تبعات اون سفر کماکان و همچنان در صدر خبرهاست. درگیری فعلا لفظیه یا بهتر بگم سیاسی بین اقتصاد اول و دوم جهان، الان تو چه مرحله این درگیری؟ خب وزارت خارجه چین کمونیست اعلام کردش امروز که یعنی چند تا اقدام رو اعلام کرد، از جمله رایزنی یا گفتگوهای نظامی فرماندهان نظامی آمریکا و چین رو به طور کلی لغو کردش و گفتگوهای دو جانبه در زمینه همون چیزی که توی دیباچه خبرم بهش اشاره کردی، تغییرات اقلیمی و ایمنی دریایی، همچنین در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر رو اینها رو تعلیق کرد. همچنین یک اقدام نمادین هم اعلام کرد و اونی که تحریم خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و خانواده او. علاوه بر این یکی دو روز هستش که چین پرشتاب و پرقدرت مانور نظامی در اطراف تایوان داره برگزار میکنه و امروز هم کاخ سفید سفیر چین کمونیست رو فراخوند و ابراز محکومیت و نگرانی شدید خودش رو ابراز داشتش در رابطه با اقداماتی که چین کمونیست داره انجام میده. امروز هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در سفری در شرق آسیا به سر میبره، در پنامپن پایتخت پادشاهی کامبوج در کنفرانس خبری از چین کمونیست یا از پکن خواستش که این اقدامات تنش‌زا را کاهش بده. The fact is, the speaker's visit was peaceful. واقعیت این است که دیدار رئیس مجلس نمایندگان مسالمت‌آمیز بود. هیچ توجیهی برای این واکنش نظامی افراطی، نامتناسب و تشدیدکننده وجود ندارد. دوباره بگویم که هیچ چیزی در مورد سیاست چین واحد که توسط قانون روابط تایوان 3 بیانیه و 6 تضمین مشخص شده تغییر نکرده است. ما خواهان تغییرات یک جانبه در وضعیت موجود از هیچ طرف نیستیم. ما از استقلال تایوان حمایت نمی کنیم. ما انتظار داریم که اختلاف بین دو طرف از طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود، نه با توسل به زور. خب وزارت دفاع تایوان یا چین ملی هم اعلام کردش که برنامه رزمایشی که چین کمونیست اجرا کرده در چه حدی بوده، یعنی در مجموع 68 هواپیمای نظامی چین کمونیست شرکت داشتن و گفتن که از اون مرز حایلی که بین دو کشور هستش عمدن عبور کردن و نقض حاکمیت تایوان رو به دنبال داشته. همچنین چین کمونیست به طور کلی نگاهش به تایوان به عنوان یک استان یاغی هستش، تایوانی که به صورت لیبرال دموکراسی اداره میشه و همون گونه هم که آقای بلینکن در کنفرانس خبری بهش اشاره کرد، یک توافقی هستش یا یک معاهده هستش به نام سیاست چین واحد که آمریکا اون رو اجرا میکنه، تایوان رو به رسمیت نمیشناسه اما بر چارچوب اون به تایوان کمک میکنه که از نظر دفاعی توانایی لازم برای دفاع از خودش رو داشته باشه. فرهاد، اقدامات آمریکا برای تنش زدایی از وضعیت موجود مشخصاً چی بوده؟ خب جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید دیروز در کنفرانس خبری به اون اشاره کرد و بار دیگر از چین هم خواستش که اقدامات تنش‌زاش رو کاهش بده و به یک نمونه خاص اشاره کرد و اون آزمایش موشک بالستیک آمریکا بودش که فعلاً به تعلیق درآمده. United States will be resolute but also steady. ایالات متحده مصمم و ثابت قدم است اما مسئولانه عمل خواهد کرد. ما معتقد نیستیم که تنش بیشتر به نفع ما، تایوان و منطقه باشد. به همین دلیل است که آزمایش موشک غاره پیمای منتمن 3 را که از مدت‌ها قبل برای شلیک در هفته جاری برنامه‌ریزی شده بود به تعویق انداخته و در آینده نزدیک انجام خواهیم داد.
خب این موشک مینوتمن 3 که بهش اشاره کرد آقای کربی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم داره و بردش هم نزدیک به 10,000 کیلومتر هستش و میتونه با سرعت باور نکردنی 24,000 کیلومتر در ساعت به هدفش اصابت کنه و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم همونجوری که گفتم داره. فرهاد پولادی اینجا در استودیو با ما.